از آنالیز و بررسی قسمت 16 همه فصل سوم پدرخوانده شلوک تا انتخاب بدترین و بهترین پلیر قسمت اول فینال شلوک، از حضور پلیر ایرپادی دیگر و داشتن دیتای زیادی تا خودشیرینی و رفاقتی بازی کردن برای مجید واشقانی، از کلکل مهران میرزایی و نیما شاهروخ‌شاهی در بازی تا تیکه نیما شاهروخ‌شاهی به مهران میرزایی در اینستاگرام، خواب دیدن مجید واشقانی و دیتای زیادی از حد، همه و همه در این قسمت از کانال 13. آقا دیشب مجید واشقانی اومد تو خوابم، یه لباس سیاه تنش بود، یه دستش سیگار برگ بود، توی دست دیگه‌ش هم یه فنجون خالی. خیلی ناراحت بود، ازش پرسیدم مجید چته؟ گفت دیگه پدرخوانده حال نمیده، از اول بازی همه میگیرن رو من. گفتم خب، گفت هیچی مشکل نداره، اما از یه چیزی خیلی ناراحتم. من توی فصل دوبار مافیا شدم، هر دوبارش خیلی الکی و یلخیل و منو شاد کرد. گفتم منظورت اینه که دیتا داشتن؟ گفت نمیدونم، منم دارم به همین فکر میکنم، شاید میخواستن خرابم کنن. همینجوری که داشت صحبت میکرد یهو بهار افشاری هم تو خواب دیدم، گفت پس پلیر میندازن گوشی رینگ تپ تپ میزننش. خلاصه بهار داشت اشکای مجیدو پاک میکرد که یهو دیدم آرش ای پی همون گوشه نشسته داره موهاشو باز میکنه، نمیدونم داشت باز میکرد میبست، خیلی خوب یادم نمیاد، اما تا اومدم برم سمتش از خواب پرید. بله دوستان، حالا تعبیر این خواب چیه رو تو این ویدیو میخوایم بررسی کنیم ببینیم چه خبره. پس قبل از اینکه بریم سراغ آنالیز و بررسی قسمت اول فینال، یعنی همین قسمت 16 هم، یه دستی به لایک و سابسکرایب و زنگوله هم بزنید. رفیقای خارج نشینم که تانکس رو بزنن، یه نگاهی به اون تانکس بندازن، دیگه تارن کبوت بسته. حالا که لایک کردین یه دمت گرمم، دیگه وقتشو بنویسید طبق روال همیشه برای فینالیستایی که از یه ماه قبل اعلام کرده بودم. دیدین که هم فینالیست اول درست بود هم فینالیست دوم. اگه براتون جالبه که از الان بدونید شرکت کننده این قسمت بعد کی هستن، خانوما زهرا بهروزمنش، حوریه مقدم و ساغر قرات شرکت کردن. از آقایونم مجید واشقانی، مهدی دانایی و نیما شاهروخ‌شاهی، آرش ای پی، سینا رازانی، محمد نادری دوباره هستن، اما از پلیرایی که تو این قسمت نبودن محمد رضا هاشمی و علیرضا مهران هم هستن، یعنی جای بهار غفاری با زهرا بهروزمنش عوض میشه و به جای مهران میرزایی و مرتضی اخمند هم محمد رضا هاشمی و علیرضا مهران هستن. پس مرتضی اخمند دیگه نیست و پدیده ی این فصل یعنی آرش ای پی تو هر سه قسمت فینال هست. یا در حرف کامیس تو اول بازی افتادم که میگه فینال خیلی بهتون میاد، به همه از اون فینال میرسه. کامیس جان خودتو گرفتی یا ما رو؟ با هیچ کدوم کار ندارم، چجوری رود میشه بگی که به همه تون میاد اینجا تو فینال باشین؟ یعنی آرش ای پی بهش میاد فینالیست باشه؟ آرش ای پی فقط لباس امیرحسین رستمی بهش میاد که پوشیده، البته مدل موهاش هم دوباره کله شیری و یه حالی هستن، همون فکر میکنم گوجه ای میبست خیلی بهتر بود. بعد بچه ها یه سوالی، دامبیزه کی؟ ببخشید تون صحبت میکنم یه ذره زبونم میگیره، همون کامبیز دیرباز دولوی خودمون تو زخم کاری، کامبیز عمو دیرباز کجاست؟ بسته به درخ همه چیو، یه تایمایی از برنامه نیست، بقیه هم که با هم حرف میزنن به یه ور عالی جناب کامبیز، اصلا کجا میره وسط برنامه من نمیدونم. راستی کامبیز دوباره یه جوری پدرخوانده رو بسته به درخ که اصلا تایما رو درست مدیریت نمیکنه. مثلا مجید واشقانی روز اول ترن خودش 2 دقیقه و 36 ثانیه حرف میزنه، بعد تازه کامبیز زنگو میزنه. البته یه ویدیو درباره این موضوع ساختم که احتمالاً دیدین که پدرخوانده و عواملش از قصد تایم بیشتری به یه سری از پلیرها میده. اما بریم سراغ ریاکت به پلیرای این قسمت و یه آنالیز و بررسی به سبک خودمون داشته باشیم. منتظرتون نمیذارم، از آرش ای پی شروع میکنم. دیگه راجع به این که چرا باز اومده فینال و این داستانا صحبت نمیکنم، خیلی گفتم این از قبل از اینکه اصلا لیست فینالیست مشخص باشه، گفتم این تو هر سه تا قسمت فینال هست. بعد یه کسی مثل کامران تفتی نیست، اصلا کامران تفتی چرا؟ سعید ترابی نیست تو فینال اصلی. بعد مثلا آرش ای پی نشسته، دلیلش هم گفتم اون 1 میلیارد و فلان، همه اینا رو راجعش صحبت کردیم، پس دیگه سرتون رو درد نمیاره. آقا تبریک میگم ناپلئونی رو بیارید که بالاخره آرش یه بارم چالش گرفت. اما چه چالشی؟ استاد چالش میگیره، میگه آقا مجید سوال پرسیدن من حواسم نبود، میتونم بپرسم کیا به مرتضی رأی خروج دادن؟ بعد یه سری دستشونو میارم بالا. بعد دوباره میگه عزیزانی که به محمد نادری رأی خروج دادن کیان؟ بعد دوباره باز یه عده دستشونو میارم بالا. بعد میگه مرسی ممنونم، میشینه. به والله میشینه. من رو صحنه هسته دیدم، اصلا ویدیو چک کردم، دوباره دیدم، 10 بار دیدم نشست. مگه داریم؟ مگه دارم تو بشینی چالش بگیری، سوال بپرسی بعد بشینی؟ خب به چه دردت میخورد میشستی؟ اصلا خواستی بگی من چالش گرفتم؟ آه دمت گرم، آه اصلا بزن به افتخار آرش چالش گرفتیه. آه کار نداریم محتویاتش چی بود،
ولی که به خدا نشست، یعنی فقط پاشد سوالی که مجید پرسید و پرسید و نشست. دیدید دیگه، یعنی من حتی باز قاطع اینو قائل شدم که شاید تو سرنوشت ببینیم نه یه چیزی اون لابلا گفته یه حرکتی کرده، نه همون سوال رو پرسید و نشست. بعد سر ترن خودش میگه این دفعه بگین کیا رأی یک به مرتضی دادن، حالا کیا رأی یک به محمد نادری دادن. ده پشمک ما رو گیر آوردی، جدی چی میگی؟ اصلا من نمیفهمم چی کار میکنی تو. نه نمیومدی دیگه، با اون پولی که گرفتی میگفتی آقا من اصلا نوبت بر میگردونم، آبروم داره میره، اصلا من بلد نیستم، من نمیتونم. یه عذرخواهی میکردی میرفتی، حالا بس قرار دادم یه جور حلش میکرد. اما از اینا بگذاریم، انصافا دیگه باید ناپلئونی رو بیارم. آقا آرش ایپی گردن گرفت، بیارم ناپلئونی رو. یه گردن درست هم گرفت، یعنی از حق نگذریم این یه حرکتش کاملا درست بود. کل این فصل یه حرکت درست حسابی زد. بابا دست خوش ایول. زمانی که بازی رو همه داشتن هم میزدن، مخصوصا اسطوره‌شون که پروفسور مهران بود که هم میزد آقا محمد نادری سکوت و اینا فیر نیست، آرش گفت رد خونه مرتضی رو قرار از آقای نادری بگیریم، اصلا ایشون گردن من. خلاصه شرمندمون کرد آرش، یعنی توقع نداشتیم که اصلا پاشه حرف بزنه، به جای اینکه سوال بپرسه یه چیزی بگه، تازه گردنم بگیره، چالشم بگیره. جدا از این گردنگیری درست، تو کل بازی آرش خلاص کرده بود، انداخته بود سر پایینی، اصلا واسه خودش شل کرده بود خلاص. نگاش کن چجوری نشسته، یعنی اگه من نمیدونم قهوه که نمیدونم، فکر کنم به اینا گلگاف زبون چیزی میدن که اینقدر اینا شل و ولن. کلا آرش همینجوری شله، شاید البته خوندنش هم ذره شله، حالا باید یه ریشه یابی کنیم مشکل از کجاست. یه جایی هم که محمد نادری قبل از رفتنش بیرون با کامبیز شوخی میکرد، عربی صحبت میکردن، یه جوری هم شرکت میکردن، با هم میخندیدن، نگاه میکردن، داداشمون یه جوری نوتاشو میخوند و به هیچ کی توجه نمیکرد، انگار قرار از اون نوتایی که یادداشت کرده چی در بیاد. داداش امتحانی چیزی داری؟ اینقدر درگیر اون ورق کاغذی چیکار داری میکنی؟ برو یه ذره تو جمع باش، حالا بازی نمیکنی یه ذره تو شو شرکت کن. حداقل بگذاریم از این داداشمون که بگذاریم که چیزی توش در نمیاد، فقط یه هشتگ پشمک کامنت کنید که ببینیم چند نفر مخالف شرکت کردن پلیرای این تیپی هست. همینطوری شد که آرش تو نظرسنجی بدترین ها دوباره برای بار چندم تونست بدترین پلیر این قسمت بشه و تندیس بلورین پشمک رو از آن خود بکنه. نفر دوم بدترین پلیر این قسمت مهران میرزایی شد. با احترام به نظر همه مخاطبا، میخوام نظر شخصی خودم بگم، به نظر من این بار آرش میتونست بدترین پلیر نباشه، جاداش مهران میرزایی بدترین پلیر این بازی باشه. انصافا پلیری که کسی روش حساب باز نمیکنه و منفعلی خطرناک نیست، اصلا نمیتونه تبر باشه. آخه اصلا آرش کاری نمیکنه که بخواد تبر باشه، کسی هم روش حساب باز نمیکنه که بخواد تبر باشه، ادعایی هم نداره. اما مهران میرزایی که پرمدعا بازی میکنه حسابش فرق میکنه، میتونه یه تنه شهر رو به چخ و ازما بده. بنده خدا آرش که تو فینال بازی میگه من دارم ازتون بازی یاد میگیرم، یعنی خودش هم قبول داره که بلد نیست، ولی عمو مهران فقط تپل تو خالیه. پس به عقیده من مهران بدترین پلیر این بازی بود. البته که الان به جز این دلیل که گفتم بحث ادعا و اینا، چند تا دلیل دیگه هم میارم براتون که ببینید. عمو مهران یه بند از عمو مجید بالا میرفت، یه جوری که من فکر میکنم بعد بازی دستش تاول زده بود. هی میگه من از شما بازی یاد گرفتم و این بازی رو از شما یاد گرفتم، با دست شما بازی میکنم و این حرفا. پروفسور با همین خامه مالی، ببین دوست من دقت کن، خامه مالی پشت دست مجید بازی میکرد. خامه هم که میگم فکر کنم به خاطر اینکه دستش تاول نزنه، یعنی خامه میماله به دستش. حالا میتونی وازلین بزنی، چیز دیگه بزنی، خامه نزن. البته خدا رو شکر که دیگه قراره اون مهران مافیا بازی نکنه، چون خودش گفت اگه نیما مافیا نباشه من دیگه مافیا بازی نمیکنم. همینجا باید بگم که ایشون یه حرف ناورگوتی زد. شما جدی نگیر مخاطب عزیز، تو قسمت سوم فینال بازم هست، هنوزم داره بازی میکنه، حتی اصلا گرداننده هم وای میسه، فقط گازگوز علکی میده که من دیگه بازی نمیکنم و اگه مثلا این مافیا نباشه. مشتی تور و لوتی تور میخواد صحبت. آقا این چه صیغه ایه که طرف سکوته فیل نیست بدیمش بیرون؟ این حرف واسه زمانی که طرف یه چی واسه گفتن داشته باشه، یا اصلا تو شهر مثلا خیلی تارگت اصلی نبوده، یه شهروند و گردن نگرفته، این آدمو میتونی اوکی، اصلا تو میتونی این آدمو بگی حالا سکوته بمونه برای فردا. اصلا برایندی روش نیست، برایندش رو میخوای بذاری برای فردا، یه آدز 50% برات خاکستری هستن. ولی محمد نادری که برای همه مافیاست، یعنی چی فیر نیست امروز ندیمش بیرون؟ تو چقدر تبری بابا، طرف سایت برداشته رفته بیرون گردن گرفته، اون یکی رفته بیرون شهر بوده، مرتضی شهر بوده، محمد نادری رو باید با دمپایی بزنید بره بیرون، بعد داری میگید فیر نیست؟ اصلا به نظرم که تو
فکر میکنم اومدی مثلا فردین بازی در بیاری، داری با همین فردین بازی گوه میزنی تو شهر. ببخشید من یه ذره عصبانی میشم، خیلی بازیه مهران تو این قسمت تو مخ بود. تازه یه گند دیگه هم زد و گفت چون سکوته فعل نیست و گرفته بود روی نیما. داداش من عمو جان 39 ساله، نمیدونم چه جوری 39 سالته که میگی من 39 سالمه. اگه تو 39 سالته پس من فکر کنم 12 سالمه. اگه محمد نادری سکوته، خب نیما هم سکوته. حتی مجید هم اینجا یه سوتی داد که تو جمعش کردی. حالا سرترن مجید میگم چه سوتی داد، یعنی سوتی مافیا رو هم تو جمع کردی، یعنی یه آتویی دادی دست مجید که کرشو گرفت. آخرش هم که زمانی که با بیرون رفتن ساغر یعنی سلاخی شدنش مجید به شدت مافیا شده بود، بازم کارت فیسافش رو جلوی مجید نذاشت، جلوی دکتر بازی گذاشت. خود ایشون یه تنه باعث باخت شهر شد. برای همینه که من میگم بدترین پلیر بازی ایشون بود. گفت آقا من نظرسنجی میذارم، سعی کنید حستون به آدما رو بذارید کنار، فقط به بازی این قسمتشون رأی بدید. یعنی اگر نگاه کنیم ببینیم آرش کار منفی برای این شهر نکرد، اما مهران میرزایی تا تونست تبر به شهر زد، یعنی دکتر با فیساف کرد شهروند ساده، در صورتی که اگه دست از بالا رفتن و خام مالیدن برمی داشت میتونست مجید رو فیساف کنه. اون موقع ببین وضعیت شهر چقدر فرق. اما من سه نفر رو توی لیست بدترینا گذاشتم. حوری مقدمم تو این سه نفر گذاشته بودم که حوری خانم نفر سوم بدترینا شد. حوریه هیچ کاری نکرد، هیچ کاری نکرد. فقط یه بار یه فکت خوبی برای مهران آورد که چرا محمد که سکوته رو میگی بهش رأی ندیم، اما نیما رو گردن میگیری اونم سکوته، همینی که الان گفتم. این موضوع رو حوریه بهش اشاره کرد. جدا از این نکته هیچ اکتی فکتی هیچی نداشت، برای همین تونست سوم پلیر بعد این بازی شناخته بشه و نشان زرشک بازیو که به لباسش میاد و از آن خودش بکنه. حالا که صحبت از مهران کردیم بریم سراغ نیما جان شاروخشایی که آخر بازی دیدین که چقدر از فیساف و بازی کردن مهران شکار بود. یعنی اگه جا داشت فکر کنم یه پسی، یه کفی، یه کاریش میکرد، یه لگد، یه کاری میکرد باش. نیما که دکتر بازی بود شب اول یه مافیا رو سیف داد، یعنی محمد خان نادری. اگه فکر میکرد محمد دارک شات بوده و سیفش داده، یعنی خودزنی کردن محمد رو زده باشن، که خیلی هوشمندانه عمل کرد و دمش گرم، چون اگه مافیا دارک شات میکرد وضعیت شهر به هم میریخت و از استعلام دو نفر بیرون یعنی مرتضی و محمد چیزی عاید شهر نمیشد. اما عمرن که اگه این فکر رو کرده باشه، چون موقعی که روز میشه و کامبیز میخواد اعلام وقایع شب بکنه، محمد نادری پا میشه که بگه مثلا من کشته شب بودم و از این عدالت فرا. بعد نیما با اشاره میگه نه تو نیستی. پس نیما فکر میکنه که محمد شهرونده که داره بهش میگه خیالت راحت تو نیستی. استاد با همین حرکت تابلو کرد که دکتره و خودشو واسه سلاخی آماده کرد، اما گویا محمد نادری حواسش نبود. باگ بزرگ بعدی نیما این بود که مهران میرزایی رو سفید میکرد، اصلا انگار همشریکین بازی بود. لامصب چجوری برات سفید شده؟ اونو بگو منم بفهمم که چجوری برات سفید شده که همشهری کینش هم اینجوری سفید نمیکنه. روز قبل که دقیقا تو سکوت بودی مهران میرزایی گردنت گرفته بود، چجوری صد برات سفیده؟ آقای با همه احترام واقعا اینو نمیفهمم، با همه احترام چجوری مهران برات سفید شد؟ بعد گفتی با همه احترام که من فقط میخندم تو صحبت میکنی، تو هر جمله که میگی منتظر با همه احترام بعدیم. اما با همه این اشتباهات مهران از نیما بدتر بود و قشنگ تو اعصابش رفته بود، جوری که دیدیم آخر بازی دیگه داد و بیداد میکرد نیما. جالبه بدونید که این دعوا هنوزم هست و تیکه انداختنهای نیما تو اینستاگرام معلومه که خیلی هنوز از دست مهران شاکیه. تو لایو مرتضی احمد که دیروز گذاشت و درباره بازی صحبت کرد، نیما هم براش اومد کامنت گذاشت که چقدر عشق و بی عقده ای خفن. وقتی به مرتضی میگه بی عقده منظورش اینه که کی عقده ای و غیر خفن. اما بهار غفاری که شرلوک بازی بود تو این بازی بد نبود، نه خیلی خوب بود نه خیلی بد. یه سلاخی درست داشت، جایی که شهر اصلا به گردن گرفتن ساغر توجه نکرد، بهار متوجه شد که ساغر لئونه، مجیدم پدرخوانده. بهار هم بعد از آرش جز کسایی بود که میگفت تو سکوت محمد نادری رو بدیم بیرون. اما فقط بعد از این بازی باید استوری یه سری از این پلیرها رو ببینید که چجوری گاز و گوز میکنن و گندگویی میکنن که آی من علم و من بلم. حاج خانوم بعد این بازی استوری گذاشته که وقتی تیم قوی باشه باید بری تو تیمشون. خانم خالیبان تو که اولش دنبال همشریکین بودی، حالا چی شد لحظه آخر مافیا رو پیدا کردی میگی میخواستم برم تو تیم قوی؟ تو که دنبال شهر بودی قبلش. بابا دیگه ما رو سیاه نکن، ما حواسمون به این چیزا هست. اما محمد نادری هم جز پلیرهای نخوب نبد این بازی بود. محمد نادری خیلی زود شو شد و با سایدی که با مرتضی برداشت کارو برای خودش سخت کرد. محمد سوتی هم میداد که آخرش مرتضی ماششو میگرفت. یه سوتی هم داد که کسی بهش توجه نکرد، اونم اونجایی بود که تو دفاع به مرتضی گفت شما میخوای یه مافیا بخوری و فردا هم کارتو بکنی، یعنی قشنگ خودشو مافیا خطاب کرد. میشه اشتباه لوپی باشه، اما میشه از ذهن به هم ریختش باشه که اتفاقا هم بود. محمد خیلی علنا زد زیر نقش همشریکه. دیگه رسما میگفت من کینم، یعنی زیر نقش نزد، بلند شد گفت من کینم.
اما نمیدونم این چه قانون کوفتیه که کیک نشد. حتی زیرنویسم کردن که فردا صبحش کیک میشه و به همراه کشته‌ها میره بیرون، که باگ سناریو همینجا میزنه بیرون که دیگه فردا صبحی برای محمد نادری وجود نداره. پس اینجا میشه باگ سناریو که وقتی ایشون کیک نمیشه و همینجوری به مرگ طبیعی میره بیرون، دور از جونش البته، دیگه شهر باید استعلام بگیره تکلیفش معلوم شه. در صورتی که اگه کیک میشد باز یه وضعیتی برای شهر مشخص میشد که آقا این داره حالا مثلا به نقشی که میزنه هست نیست یا هرچی. بازی یه ذره قانون داره، اصلا کاری برای وضعیت ندارم، بازی یه ذره قانون داره. این چه بازیه؟ مگه جنگل اینجوری بازی میکنید شما؟ محمد نادری یه باگ دیگه هم داشت. وقتی که کارت ذهن زیبا رو کشید میگه ساغر قناعت شلوکه، فقط چون شات مافیا روی ساغر قناعت نشسته بود. خب حالا ممکنه دکتر بوده باشه، ممکنه لئون بوده باشه، ممکنه شلوک بوده باشه، ولی ساغر که داد میزد لئونه، حداقل واسه خودت که لئون بود، چون شب قبلش به مجید گفتی سلاخی کنیم ساغر رو لئونه. پس یه پوینت مثبت داشتی که میدونستی، یعنی فهمیده بودی که ساغر لئونه. حالا ریسک نکردید سلاخیش کنی، اوکی. اما چرا تیم مافیا اون شب ساغر رو شات کرد؟ من موندم. اگه واسه لئون قائل میشید که دیگه نباید شاتش کنید، وقتی شیلد داره خب یکی دیگر رو میزنه. اما مهدی دانایی که تو نظرسنجی جز پلیرهای خوب بازی گذاشته بودمش، تونست با اختلاف کم بین نفر دوم و سوم و چهارم با رأی برابر با سینا رازانی نفر دوم این بازی بشه. مهدی نسبتاً کم خطا بازی کرد و مافیایی بود که شهروندا خیلی جدی سمتش نرفتن و تونست به خوبی گلیمش رو از آب بکشه بیرون. اما سینا رازانی هم که مشترکاً با مهدی دوم شد، واقعاً جزء پلیرهای خوب این بازی بود. انصافاً سینا یکی از بهترین پلیرهای پدرخوانده است. قشنگ و بافکت بازی میکنه. معلومه که مافیا رو بلده. حتی به عنوان کین یه مافیا رو انتخاب کرد و از شانس بعدش همون شب شات شد. وگرنه که اگه سینا تو بازی میموند یا هشتگ پشمک کنستانتین اگه جای مرتضی سینا رو می آورد، احتمال برد شهر به عقیده من بالا میرفت. قبل از اینکه بریم سراغ مجید و مرتضی، اول درباره ساغر صحبت کنیم. آخه من هنوز معتقدم تو پدرخوانده هر قسمت یه سری دیتا دارن. حداقل از یکی خبر دارن که کی مافیاست. مثلا یکی دو نفر هستن که میدونن آقا یه نفر مافیاست، حالا به هر دلیل. اولش که گفتم پلیر ایت بادی یه اساره بود. منظورم این بود که پلیری که دیتا داره. حالا درسته که ساغر زیاد دست به گوشش میزد، ولی بدونید که ایرپاد نداره. اون کلاه یا هر چیزی که رو سرش رو مرتب میکنه. اما منظور من از ایرپاد بیشتر پلیریه که آگاهی داره. آقا ساغر به نظرم رو کپوس کنده بگم دیتا داشت. حس میکنم دیتاش از جایی بود که ریز حال مجید واشنگانی رو بگیره. یعنی فکر میکنم با عدز بالا هم فکر میکنم که ساغر از قبل میدونست که مجید مافیاست. گفتم به ایرپاد و این چیزا نیاز نیست، چون از قبل معلومه که کیا چه نقشی دارن. کارت هم که میدونید از قبل چیده شده است. کافیه که قبل شروع یه آمار ریز بهش بدن که کی مافیاست، یعنی مثلا بگن که مجید مافیاست. اصلا نیاز به ایرپاد و نمیدونم کاغذ و چشمک و اشاره و اینا نیست. قبل از بازی، قبل از اینکه اصلا همه بیان بشینن تو اتاق گیریم، توی راه، توی چای خوردن، توی دستشویی رفتن، کافیه بگه آقا امروز قرار فلانی مافیا باشه. حالا چرا میگم؟ به خاطر اینکه من به شخص فکتای ساغر رو حتی یه بارم متوجه نشدم چی میگه. یعنی اصلا معلوم نبود درباره مجید واشنگانی چی میگه. بعد تازه با اون ادات فار مثلا میخواد نفر بغلیش رو شاد کنه، بعد کلی ادا اینا در میاره و قشنگ داره بازیگری میکنه برای ما، بعد رو مجید شاد میکنه. نمیشینه، میدونید؟ من بارها شده که مجید واشنگانی رو کوبوندم، نقد کردم تو این دو تا فصل اخیر. شاید یه بار مثلا توی بازی تا حدودی از بازی مجید واشنگانی تعریف کردم. من نه فن پیجشم نه طرفدارشم. تا حالا معمولا ویدیویی که زدیم راجبش منفی صحبت شده، یعنی بیشتر منتقدش بودیم. اما اینکه دارم میگم که حالا انگار یه دیتایی از مجید داشت، بابا واقعا دارم صادقانه میگم، من فکتاشو نمیفهمیدم. نمیدونستم چجوری با چه فکتی داره به مجید میزنه. چجوری میشه که معمولا این شعا که مثلا یه کسی مثل مجید واشنگانی رو تا ته نگه میدارن، بعد مثلا ساغر قناعت همون اوایل بازی بیاد مجید واشنگانی رو شاد کنه. میدونیم دیدیم دیگه، معمولا پلیرهای خوب و اونایی که اسم رسم دارن و مخاطب به خاطر اونا میبینن رو نگه میدارن، یعنی به همین زودی نمیذارن بره بیرون. حالا چجوری میشه ساغر میاد اونو شاتش میکنه تازه بدون هیچ فکتی؟ یه ذره میگم حتی بعدش قدرت فکت سازی نداشت. پس حتی اگه شاتش هم درست باشه، حتی اگه دیتا هم نداشته باشد، باز به نظر من کسی که نتونه از فکتش استفاده کنه نقششو بندازه وسط، بازی خوبی نکرده. همین نقش انداختم وسطش که یه وسط شهرداش راه میرفت قدم میزد نقش لئون، باعث شد که آخر سلاخی بشه. اینم خودش یه پوینت منفیه. خلاصه همینا شد که مجید واشنگانی اومد تو خوابم و گفت من دو بار مافیا بودم دلخورم. هر دو بارش خیلی تابلو لئون منو گرفت، یه بار بهار غفاری، یه بارم ساغر قناعت. یعنی تو خواب من اینجوری بود که مجید واشنگانی حس میکرد یه تقلبایی، یه دیتاهایی، یه اتفاقایی افتاده. و برسیم به مرتضی که خریداری هم شد.
مرتضی تو لیست نظرسنجی بهترین نفر آخر شد، یعنی تو چهار نفر سوم شد، چون نفر چهارمی نداشتیم، چون دو نفر دوم بودم بالاخره مرتضی سوم شد. خیلی دودل بودم که مرتضی رو بذارم تو بهترین یا اصلا نذارم، اما گذاشتم که خود نتیجه نظرسنجی نشون بده داستان چیه. مرتضی اولین باگی که داشت حق رأیش با اکت گرفته شد و باعث شد به جای اینکه با محمد نادری یه رأی بیاره و کار به قرعه مرگ بکشه خودش بره بیرون. این اشتباه خیلی بزرگیه، مخصوصا واسه کسی که خودشم تو دفاعه. یعنی اگه مرتضی حق رأیش نمیسوخت روند بازی میتونست کلا عوض بشه. مرتضی خیلی قشنگ و با فایت‌های سطح بالا محمد نادری رو گرفت، ولی مرتضی تو کل بازی به خاطر اینکه برایندش با مجید یکی بود با مجید بازیش میشد. اما نکته اینجاست بعد از رفتن ساغر قناعت دیگه تابلو بود مجید پدرخوانده است، بازم یه لوپ از مجید میکشید و بازی ها هم میزد اونور. با اینکه مطمئنم مرتضی میدونست مجید مافیاست، اما بازم به سایت خودش خیانت کرد، واسه واشقانی بازی کرد تا برای سایت خودش. اینجا میگم مطمئنم میدونست به خاطر اینکه زمانی که خریداری شد کامبیز که اومد بیدارش کنه با انگشت دوتا مافیا رو نشون داد. همین خودش ثابت میکنه که میدونست، اما با مجید رفاقتی بازی کرد و به سایت خودش پشت کرد. خیلی راحت بگم، یه نکته جالبم اینجا بگم، کامبیز مرتضی رو برای خریداری بیدار میکنه، واسه چی توضیح میده که کی چیه کی چی نیست، سلاخی شده فلان شده، اصلا وظیفه گاد نیست این توضیحاتو بده، اونم وقتی بازی تمومه. یعنی الکی وقتی میگیری و مسخره بازی و بعد میگی بازی تمومه، خب دیگه این کارا چیه دیگه، اصلا مهم نیست کی چی بوده، خودشون بعد بازی به هم میگن. اما راجع به این که چرا مرتضی سمت مجید نرفت و فقط لوب کشی کرد و مجیدو گردن نگرفت و کلا راجع به بازی آخرش، خودش یه سری صحبتا توی لایف کرده که اول ببینید بعد راجع به مجید صحبت میکنیم. باز پیرو همین حرفایی که تو الان زدم، من شخصا نمیگم درست نمیگم، من شخصا با فکت روز باید بازی بکنم، که روزی که من را محمد نادری بازی آخر تحلیل میکنم به عنوان فصل ختام به وقت ما بگذارم عقب، من به عنوان یه پلیر باید با فکت روز بازی بکنم دیگه. من روزی که قرار بوده بین من و محمد نادری عزیز یه اتفاقی بیفته، یه سایدی مشخص بشه، آقای مجید واشقانی و مهدی دانه‌ای و سینا رازنی با من رأی دادن رای محمد نادری که از نظر من مافیا بوده. پس اینا پوینت شهروندی دارن با هر کارتی، پوینت شهروندی دارن با هر کارتی تو ذهن من شهروند ناآگاه. یک سری از پلیرا اومدن با دست مافیا، خیلی جالبه دیگه، من مثلا 4 تا 5 تا رأی آوردم به جز محمد نادری، بقیه‌شون شهروند بودن، به خاطر همین من اگه میخواستم تو سطح یک، تو لایه یک بازی بکنم، باید اونایی که به من رأی دو داده بودن اصلاح میکنم، باید به کسایی که به من رأی دو داده بودن بازی که برمیگشتم تو، باید یه سری از اونا رو گردن میگرفتم، باید شما من رأی دو دادین و شما مافیایی، مثلا میخوام رو قناعه بخونم بودی مقدم من میگفتم شما مافیایی و من رأی دو دادین، من این کار نکردم، سعی کردم که با کارت انتقام تو بازی نشینم و بازم بشنوم، بازم فکر بشنوم محمد نادری که بسته بودم مافیا تو ذهن خودم، پس موظف بودم حالا تو رأی دعا، تو لایه دو، تو رأی دعا بگردم دنبال مافیا. خانم ساغر قناعت روزی که قرار بود دایی محمد نادری بره بیرون، ساغر اومده بالا، پس ساغر به نظر من شهرونده، گوریه مقدم دیالوگی شهرون بوده، خانم قفاری موقعی که همه میگفتن محمد نادری نره بیرون، خانم قفاری میگفته نه محمد نادری باید بره بیرون، پس این ستا رو من آوردم با فکت روزی که با هم من تو بازی نبودم اینا رو شهروندش میکردم، پس به اینا نه خودم تارگت زدم نه گذاشتم کسی تارگت بزنه تو ذهن خودم. از یه جایی به بعد میرسیم به این نکته که من میام تو بازی بعد اونتونم میخوام اجماع آقای نادری رو بگیرم، بازی مخالفتی از سمت خانم قناعت به من میرسه که آقا اون آقا باید پره بیرون، ببینیم خانم قناعت یه اشتباه حالا داشته تو برای اندبازی به من رأی دو داده، من بهش گفتم همچنان شهروند میتونه باشه، ایشون اگر با خانم قناعت با فکت تو بازی فکت روز بدون ابیلیتی میخواست بازی کنه باید فقط محمد نادری رو میگفت مرتز، و اگر ابیلیتی هم شب بود به رد خون مرتز حقونم که استعلامش اومده و شهرونده ساید مقابلشون به امال لون اگر من جاشون بودم محمد نادری رو شاید میتونم که گره باز بشه. خانم قناعت حالا من مادم تو بازی باز میگن که آقای نادری میتونه شهروند باشه، مجید باشقانی بگیم حالا مجید باشقانی چی رای کرده، همون پلیریه که به محمد نادری رای یک و دو داده، با اینکه من پس ذهنم مشکوک داشتم ولی نه به صورت قطعی، وقتی دیالوگو میشنوم میگم که خانم ساغر قناعت زده زیر نقش لئون، این باید برای من درد بیاره، این شلوک باید اون شب ترای میکرد رو ببینیم سلاخی بوده است یا نبوده است، لئون از اون موزه خارج میشد، بعد دیگه حالا میرفتیم سراغ
آقای واشقانی، در ادامه داستان حالا اون سلاخیه اتفاق افتاد و این موضوع اتفاق افتاد، میرسیدیم به رأی یک و دوهایی که آقای مهران میرزایی و آقای نیما شاهنوشهری عزیز دلم به هم میدادن. خب من ببینید اون دو دوست، یعنی آقای مهران میرزایی و نیما شاهنوشهری تو فکت روز یک من بینشون قطعی مافیا بوده، اومدم تو با همون برایان خودشون از یه جای به بعد معتقدن که بینشون مافیا هست. پس من متضمن که چشام باز نیست شبا طبیعتم. خب با برآیند خودم من بگم اونجا مافیا هست، مهدی دانایی هم میتوانست مافیا باشه، ولی اونجا جرم داره، یعنی پلیر ناآگاه باید پوینتی بره جلو، بگه این پوینت داره، اون پوینت داره، گره رو باز کرده. مهدی دانایی و مجید واشقانی شلاقی با من رأی دادن به محمد نادری روزی که من و محمد نادری سایت داشتیم با. پس باید بریم سراغ اون سایت. یه سری از دوستان گفتن که شما یه جور کامنت ها رو امروز خوندم، حقیقتا خیلی این کامنت ناراحت شدم که بعضی هم گفتن دایرکت هم دادن که آقا تو یه جور بازی که میدونستی مجید واشقانی مافیا هست و یه جور هم بازی که تو بخرن. ببین اگر دقت کنی تو بازی، اولی که من دوستانی که هم میشناسن میدونن الان تو کافه با هم بازی کردیم، جای دیگه بازی کردیم، من اصلا امکان نداره همچین اتفاقی رو رقم بزنم. دقت کنید تو بازی، من سه جا تو بازی محمد نادری میده من همشریک کینم، من فست دیسلایک میدم که من همشریک کین بودم که بیرونم، بعدم دیالوگ بعدی میده که دکتر منو سیو بده فردا میدونی چی کاری میده. من دو بار سه بار زدم زیر نقش همشریک کین که خرید نشد و من تو تمرین ها این اتفاق رقم میزدم، یعنی با نقش لئون یه سری موقع هم گفتم آقا باشه همه تون دارید میدید منتظر عقبم من میرم بیرون، برمیگشتم شب شات میزدم و این دوستان این ذهنیت رو داشتم. ولی تو جایی که همشریکه این که سه شب نشسته قرار بوده و محمد نادری بشینه و لئون هم که خودشون سلاخی کرده بودن، کنستانتین هم که کارشو کرده بوده تو دیفیوزا نبوده هست دیگه، شهروند ساده پیدا کردن از حزب نفت به راحتی میرسیدن به من با کانون مقدم که میتونستم خریداری بکنن، شهروک هم که مشخص بود که این بوده کل روال داستان. و آخرین قسمتی که من تو فصل 3 پدرخوانده در خدمتتون بودم. بله این صحبت آقا مرتضی بود، حالا دیگه قضاوت با خودتون. مجید واشقانی خوب بود، یعنی میتونم بگم بالاخره توی این دو فصل اخیر یه خودی نشون داد، یه کامبکی زد با همون صحبتی که کرد همه چرا راجع به من صحبت میکنن و تا بازیای دیگه که من نیستم چیکار میکنید، اصلا راجع به کی صحبت میکنید، همه دنده عقب ازش گرفتن. مجید به عنوان پدرخوانده یه سلاخی درست کرد، یه خریداری به جا هم داشت، اما یه سوتی هم داد که اگه شهر متوجه میشد زودتر از این حرفا میتونست مجید شو بشه. مجید سردست روز دوم گفت رد خون مرتضی میشه محمد نادری، پس من رأی یک و دو میدم به محمد نادری که گردن گرفته بود. بعد که مهران میرزایی کلپس که گفت محمد سکوته و فعلی نیست که بدیمش بیرون از این حرفا، مجیدم یادش رفت که چند دقیقه قبل گفته بود رأی یک و دو من محمده. بعد مجید گفت من به کسی که سکوته رأی نمیدم. داداش من دو دقیقه قبل داشتی میگفتی که من رأی یک و دو میدم، الان میگی که چون سکوته رأی نمیدم. یادت رفت کلا یه کسی حواسش بود که خود این خودش یه فکت بود برات. اما جدا از این گفتم که مجید تو این دو فصل اخیر بهترین بازیشو کرد و تونست با اختلاف بهترین پلیر این قسمت هم بشه. یه کار به جایی که تو این بازی کرد و تا حالا نکرده بود این بود که رأی کشید زیر محمد نادری و به یارش هم تارگت زد، یعنی وقتی یاری که شوهر رو نیامد به قول خودش با چسب اوهو نگه داره، و همین باعث شد که مجید تا یه جایی از بازی سفید باشه. قبلا یار فروشی نمی کرد، خیلی به یارش تارگت نمی زد، دو سایدی بازی نمی کرد، ولی این دفعه این کارو کرد و جواب مثبت هم گرفت. خلاصه رفقا این بود نظر من درباره این بازی و نظر شما تکمن نظر سنجی ها برای بهترین ها و بدترین ها. بازم کامنت کنید که به نظرتون با این توضیحاتی که دادم کی بهترین بود و کی بدترین، و اینم بگین که به نظر شما ساغر دیتا داشت یا نه قدرت فکت آوردن نداشت. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه هم بودین. رفقای خارج نشین تنکس رو فراموش نکنن، لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکنید و مثل همیشه مراقب زیباییاتون باشید و خدا نگهدار.